من در جمله امی مردم رفتم و نظر خدا بردم و در صفه و اصلاح استراحت کردم. خب تشویش مرا گرفت که تو آمدی به این بوت سنگی این مشکل حل میکند. در فکر فرو رفتم و طاقتم نشد، آهسته نزدیک شدم و از این نانی که پیش رویش بود یک لقمه گرفتم، در دهن از این خدا دادم. دیدم که ای را نخورد، ترسیدم کسی مرا گیر نکنه، لطم نکنه، فورا زود آمدم پس در جای خود استراحت کردم. گفت باز دیگه این خواه مرا نمیبره، تشویش مرا گرفته. بار دوم گفت خیستم در این سر بط شورش دادم که همونطور سخت است. باز یک سنگ گرفتم، آسایی که در این فرق زدم تق، دیدم که هیچ عکس العمل نشان نداد. اموجا گفتم که لا اله الا الله، بس نیست معبود بر حق جز الله. ای سنگ میشه خدا شود. آمدم در امی ذکر امی لا اله الا الله را میگم، کسی برم گفت که امی کلمه ای که تو میگی لا اله الا الله و ای در حقیقت کلمه از دین حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به این مردم ارث مانده بودن. به امی کلمه یک کسی است محمد، میگه من پیغمبر خداستم و امی پیامه که تو میگی امیر مردم برش دعوت میکنه و میگن بر مردم قولو لا اله الا الله تفلحو، لا اله الا الله بگوین رستگار میشین. گفت برادر خدا گفتیم که تو برو در مکه و تفحص کو، جستجو بکو که امیم نردکه کی است و چی میخواید و چی پیام دارد. برادرم آمد در شهر مکه میگرده، پت پت به اصلاح پرسان میکنه که بالاخره این قضیه را گرفت که بله یک کسی است که مردم را به لا اله الا الله دعوت میکنه. برادرم پس بر ما جواب را داد، ولی جواب شافی نبود، نتانست که داعی لا اله الا الله را ببیند، ولی قضیه را گرفت که چون این شخصی در مکه است. ولی فشار جاهلا به اندازه بود که کسی نمیتانست مستقیم با او بشیند و قضیه را با هر کس مطرح بکند. آمد برادرم که قضیه را گفت که دلم شافی نشد و خودم از خانه برآمدم، راهی مکه شدم. در مکه مکرمه رفتم و یک شب را سپری کردم، ولی کسی را گفتم نمیتانم، یک فشار بسیار زیادی است. شب دیگری سپری شد و در امی حالت هستم. گفت حضرت علی بن ابی طالب برم نزدیک شد، گفت که پشتی چی آمدی که سوم شب است که تو همه تو سرگردان هستی؟ چی میتونم کمکت بکنم؟ باز من گفتم که پشتی چیزی که ما آمده میتونی کمک بکنی؟ گفت انشاءالله. گفتم یک کسی هست به نام محمد و میگوید مردم را به لا اله الا الله دعوت میکنم، میخوایم او را ببینم. گفت بسیار زیاد خوشحال شد، گفت بیا که بریم، بیا که بریم. بس امرایش رفتم و در محضر رسول علیه السلام با مجرده که دیدم ما گفتم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و این گواهی را دادم، ایمان آورد. بنان پنجمین نفر است که ایمان آورده، چهار نفر از او پیش مسلمان شده. صحابی جلیل قدر است و بعد از اینکه ایمان آورد و ما گفتم یا رسول الله، سه روزی مردم نگذاشتن که با تو ملاقات بکنم و مانعی از این شدن که این کلمه رو زودتر بگویم، زودتر ایمان بیارم. قسم با خداست که نروم در محضر عرب ها در پیش مکه، پیش مقام ابراهیم چیق نزنم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این میکنم. گفت برای نگوی کارا که لطت میکنه و گارت میکنه. گفتم که هرچی شوه من این کارا میکنم. بس آمد یه عربا دیگه گرده مکه هستن،
بسیار ایمان خود را اعلام کرد. با مجرد که اعلام کرد یک بار سرش تاختن و مردم لتوکوب مورد لتوکوب قرارشان داد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ای وضعیت که دید چی خدد که او مردم بیاقل شما ای را میکشین اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله اتی یک کسی را میکشین که او میگه پروردگارم الله هست امو را میکشی به امید دا اگر ای را کشتن میفهمین که ای به کدام قبیله تعلق دارد ای به قبیله غفار تعلق دارد و او قبیله قبیله با حمیت است مردمای جنگجو مردمای تیز مردمای قوی و کاروانایتم سرزمو قبیله است بعد از او با شما کاروان تیر کده میتونه نه مالتان مسئول میشد نه سرتان میشد کارا نکنین ایلا کنین ایره که گفتن از ترس مالشان و وزر غفاری را ایلا کرد خب به اصلاح بیچاره لط خورده و خونالود نزد رسول علیه السلام که برگشت برش گفت که تا را نگفتم که این کار را نکن چرا تو کار کردی؟ گفت خوشی مادر امی بود که آنچه که اینا بد میپنداشتن من امور را برش گفتم امور را برش گفتم بعد پیامبر علیه السلام برش گفت که ابوذر برو خانید خانید برو و هر وقت که قوی شدیم باز نزد ما بیا ولی فعلا برو بعد رسول علیه السلام و برای این سه کلمه را گفت اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئه الحسنه تمحوها و خالق الناس بخلق حسن سه پیام را داد سه قاعده اساسی حیات اتق الله حیث ما کند هر جایی که هستی در هر موقعی که هستی از الله بترس در وقتی که تو ناتوان هستی در وقتی که تو مریض هستی در وقتی که تو صحت داری در وقتی که تو جوان باشی در وقتی که تو ریش سفید باشی در وقتی که پولدار باشی، در وقتی که غریب باشی، در وقتی که در حضر باشی، در وقتی که در سفر باشی، اتق الله. از الله بترس. دوستای عزیز ما ایره میگم که اتق الله از خدا بترس، ایت ترجمهش میکنه. اصلا تقوا به معنای صیانت و محافظت است. خود را نگه داشتن. خود را نگاه بکن از هر قول و فعل و عمل و تصویری که، تصوری که سبب دوریت از الله شود. از خود را نگاه کن اتق الله خود را در محفظه قرار بده از هر حکمی که مخالف حکم خدا باشد از هر تصوری که مخالف شریعت باشد از هر عمل و قولی که مخالف حکم خدا باشد اتق الله بناهن از خدا بترس این معنای در حقیقت عامه در زبان عجمی ما میکنیم و در زبان عربی به معنای ترس مشکل است ترجمه شود. پس وقتی که ما از خدا بترس، ترس از الله، ترس از یک قضیه وحشی نیست. انسان از دیو بترسه، از پلنگ بترسه، از شیر بترسه. این معنا رو نمیدهد. حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید: الذی لا یخاف الا من عدله. ای ذات عظیمی که ترس از تو نیست. زیرا تو بسیار مهربان هستی تو دوست داشتنیستی نعمت ها را تو به ما دادی همه از تو بودی که داریم تو به ما دادی پس چرا از تو بترسیم ترس از تو نیست مگر ترس از عدلت است زیرا هر کسی که به تو عریضه را بده عریضش رد نمیشه شفاعت قهری کسی کرده نمیتونه واسطه که بیای کسی را خلاص بکنه این کار نمی شود پول کسی داده نمی تواند تهدیدم کسی تو را کرده نمی تواند و خودم با عدل فیصله می کنم از این خاطر می ترسم ترسم از این است اتق الله از الله بترس حیث ما کنت هر جایی که هستی هر جایی که هستی در هر موقعی که هستی
دو، انسان هستی بی خطا نیستی. انسان بی خطا نیست، بی اشتباه نیست. امکان نداره ما خطا نکنیم، امکان نداره گناه نکنیم. عصمت تنها به انبیا علیه السلام است. ما از انبیا که پایین شدیم در معرض خطر، گناه، اشتباه، خطا طبیعتا هستیم. بنان دوم پیامبرش میتن و اتبع السیئه الحسنه تمحوها، پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار. تمحوها ای نیکی تو بدی را از بین میبرد. با مجرد که اشتباه از پیش صورت گرفت، خطا از پیش، فورا نیکی را بگذار. و نیکی چقدر کلان است، بسیار بزرگ است. رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه الاسلام بضع و سبعون شعبه، افضلها کلمه لا اله الا الله و ادناها اماته الاعضاء عن الطريق. اسلام افتاد چند شعبه دارد. تو بپال که خام خود یکی از شعباتت خود را بگیری و از طریق خیر جمع کنی. بهترین شعبه چی است؟ لا اله الا الله شعبه علم است. ایش شعبه به اینه میرسد. دقیق شدین؟ بنان کوشش بکنن که عالم باشین. این خوب شعبه است. اگر نمیتونی، حد اقل اماتت الاضع عن الطریق. پس یک چیزی که در سر رای مسلمان قرار گرفته و مسلمان با او اذیت میبینه، اونو را از رای مسلمان دور بکن. سبحان الله، چی عجیب است. و اتبع سیئه الحسنه تمحوها، پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار. نیکی چقدر زیاد است؟ بسیار زیاد است، بسیار زیاد. شأن یک مسلمان عجیب است برادر. والله اگر ما کمک دقیق شویم، این جنت مفت است. جنت بسیار آسان است، ولی کمک دقت برش خرج بتیم. پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که هرگاه یک مسلمان، میگه الله میگه هرگاه یک بنده ما قصد بکند یک عمل خیر را، با مجرد که قصد بکنه یک حسنه را برش میتون. سبحان الله، مجرد قصد بکن. ام تو تصور بکن، ان شاء الله العزیز مشام یک خرما را برای یک روزدار افطار میتونم. قبل از اینکه تو بیتی الله برنامه‌اش میکنه. ارگو دادی اقلا یک برده معامله میکنه، یک برده. یضاعف لمن یشاء، تا 700 چند و از 700 چندم بیشترتر. ارگو بندی ما قصد و اراده بد را بکند، برش نوشته نمیکنه مادامی که عمل نکرده. سبحان الله. پس اراده خیر را خوب بکنیم. چقدر خیر است هر لحظه ما. عجبا لامر المؤمن، عجب از کار مسلمان. تمام کارش خوب است، نعمت برش میرسه شکر میکشد خیر، ضرر برش میرسد صبر میکنه خیر، همیشه خیر. امی اولیاء الله درجه بسیار بالا دارن. صحیح شده؟ ما دستایش هم میگیریم، حرمتش هم میکنیم، در خانه ما به عزتش میکنیم، دوستش داریم. عزیزای منای تو کدام عبادات خاص نمیکنه. صحیح شده؟ که تو فکر بکنین که بسیار زیاد نمازها شما کرده بیشتر بخونه، این دو نیست. رمز عبادت یافتن، رمزش هم. رمز عبادت است که در هر موقع اونو کار میکنند که او را خدا دوست دارد، در هر مو وقت امو کار دوست دارد. و همه حرکت و سکنات و نشست و خواب شلو کلش به خاطر خدا میکنند. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، کل کار به خاطر خدا میکنند. بنان شما میگه نیکی را بگذار، هرگاه بدی را انجام دادی نیکیت بدی را فورا از بین میبرد. یکی افغان هستن، سبحان الله، افغان ها پوش کنین پیش افغان ها خرابی نکنین، غلطی نکنین، خدا میبخشه خوی ملت نمیبخشه. دقیق شدین؟ لا حول ولا قوت الا بالله. این سینای ما را خدا جور بکنه. یک کسی را در یک گناه گیر کردی، دیگه او را اعلان نمی کنی. انت یک کار کرده،
هیچ خوبی کسی را در نظر نمیگیریم. یک هزار خوبیش بکنه این کلش به خاطر یک خرابی کلش باید خراب بکنه. لا حول ولا قوه. این صفت انسانای صالح نیست، بلکه انسانای صالح همیشه میاندیشند که عیب کسی را نفهمه. اگه فهمید فورا چی میکنه؟ سرش خاک مندازه، سرش برده مندازه. این صفت مسلمان است. صفت انسانای نادان و گناهگار چیست؟ تمام روز ضربین در دستش است و در یک هزار خوبی میپاله 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 که یک دانه بدی کجا است؟ امو را باید پیدا بکنه. در حالی که او یک بدی تو خبر نباشی که وقت را ختم کرده. زیرا رسول علیه السلام که بدی کردی فورا چی کن؟ نیکی بکن. نیکی چی میکنه؟ بدی را از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد برش میگه که و خالق الناس به خلق حسن. با مردم با اخلاق زیبا زندگی بکن. تو کجا رفتی؟ از این بعد تو چی هستی؟ ابو ذر مسلمان. وقتی که مسلمان هستی ارزش های ایمانی در تو باید دیده شود. ارزش های ایمانی در وجود یک انسان چی است؟ چطور میتونی که بگوی که من مسلمان هستم؟ ارتباط خوبت با الله. دقیق شدین؟ یک مسلمان خوب چیست؟ که با الله خوب ارتباط داشته باشد. وقتی که رسول ما صلی الله علیه و سلم را زندگیش اصحابش حکایت میکنه و ام المؤمنین حکایت میکنه، میگه امرای ما در مجلس مینشست، صحبت میکرد، تبسم داشت، ولی انگامی که مشت وقت نماز میامد یک بار علیه السلام منقلب میشد و فورا به نماز مشتاد. هرچی که بود دلش میکرد. دقیق شدین؟ گاهی طبیعت مبارکش خراب میشد، بس به بلال میگفت ارحنا یا بلال، بلال یک کمک خوش ما بکن، خوش ما بکن. خب خوشی از چی؟ که قامت بکن و الله ایستاده میشد. دیگه جا میفرماید که جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشم ما نماز ما است. یعنی نماز که میامد در درون یک مؤمن خوشی پیدا می شود. الان به پروردگار مستاد می شوم، به پروردگار رو مرتبط می گیرم، او را ستایش می کنم، از او طلب می کنم خیر را، از او طلب می کنم که شر را به من نرساند، به شر مواجه نشوم. چه قضیبه هست. پس و خالق الناس به خلق حسن، با مردم با اخلاق خوب زندگی بگو. خوب وقتی میتونی که با الله خوب باشی. دقیق شدین؟ اما که یک مثل داریم، شعر داریم که میگه با خالقت چی کردی که با خلق او کنی. دوستای عزیز، هیچ کدام ما مرهون احسان هیچ کس نخواد بودیم مثل که از الله هستیم. و ما بکن من نعمه فمن الله، هر چی که داری الله برداده. کسی که به الله ارتباط نداشته باشه او باید خیر تو را میخواید. توقع نداشته باشین از انسانایی که با خدا ارتباط ندارن با شما خوب ارتباط داشته باشین، امکان ندارد. اگر در ظاهر ارتباط داری، ارتباط منافقانه است، یک سلسله نکات فایده از اون نفر در تو است که باید او را استحصال کنه، او را باید بدست بیاره، او را باید بدست بیاره. بنابراین با خانوادت خوب باشی، با اخلاق نیکو با خانوادت زندگی کو. بسیار زیاد ما شما هستیم که در بیرون خیلی خوب مردم هستیم، در کوچه صفت ما را میکنه، در قوم به اصلاح صفت ما را میکنه، کمر بسته که علی خدمت بکن، ولی در داخل خانه دختر ما، خانم ما، مادر ما، اولاد ما به بینی رسید از ما. قهر میکنیم، غصه میکنیم، توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، دو میزنیم. دقیق شدین؟ بیرون مردم فکر میکنن چقدر خوب آدم است، ولی در حالی که در خانه خوب آدم نیستیم،
در خانه متکبر خشن کل اگه از پیش میترسه. یه آدم خوب آدم نیست خو؟ اگر چه در صفحه اول بشینه اتداد بیردار که سبحان الله سبحان الله سبحان الله که داره صحیح شد؟ این بسیار خراب آدم است. رسول الله علیه السلام خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما کیست؟ که در خانه خوب باشه. تو در خانه خوب نیستی میخوای به مردم خوب بود، در بیرون هم خوب نیستی قسم به خداست، یک ریاکار هستی، یک غلط آدم هستی. صحیح شد؟ میخوای منافع خودت در اونجا جستجو بکنی. پس بهترین خیرتان باید به کی برسد؟ به خانه تان برسد. هر کدامتان از خود کمک دقت کنین که به خانه تان چطور هستین. و یقینا شما که در خانه میرین اولادایتان از شما خوش میشه. الحمدلله پدر آمد، ای خنده را در وجودش میبینی، اونا به طرف تو میدوه، آغوش بر تو برش خلاص میکنی. اگر این کار را نمیکنی خوب آدم نیستی. با آمدن تو خانمت خوش میشود، اگر خوش میشه خوب آدمه، اگر بیچاره ترسید یک غم آمد خوب آدم نیستی. از آمدن تو در خانه‌ت والدیت خواهرت برادرت بترسه خوب آدم نیستی. ولی اگر آمدن تو را کلگ انتظار داشته باشه کلی چرا نیامد و کلگ خوش باشه، تو خوب آدم هستی و شکر الله را بکش. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. رسول علیه السلام بسیار زیاد در خانه خوب بود، بسیار زیاد با اطفال با هر کس. یکی از روزها پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نماز میخوان، نماز دراز شد. نماز که دراز کرد در سجده، یک صحابی میگه من سر خدا سایه کرده بلند کردم که چی گپ شده. گفت دیدیم که یک تفلک در پشت پیغمبر علیه السلام از همه تو به اصلاح خود انداخته ساتیری میکنه. فورا سر خدا پس پایین کردم. نماز که خلاص شد یک صحابی دیگه پرسان که یا رسول الله امی سجده بسیار دراز شد، این دفعه چیگه بود؟ گفت یک تفلک خواست که چند لحظه در پشت مارام بگیره و من وقت برش دادم. رسول علیه السلام طفل را در پشتش میگیره و تو چهار قوک برش میره و میگه به سر شطور مرا سوار کن. گفت پشتم بیا. گفت خوی تو چارقوک میره، چارقوک برش میره. برش شطور خو آواز میکنه، پیغمبر برش آواز میکنه. خیرکم خیرکم لأهله. پس کتی خانه تان خوب شوین، کتی اولاد تان خوب شوین. دوستای عزیز، اگر شما به اولادتان محبت بتین، اولادتان با شخصیت میه، میفهمین؟ اگر شما اولادتان را تحقیر بکنین، توهینش بکنین، خشن امرایش برخورد بکنین، ذهنیت از او خراب میشه، حافظش خراب میشه، جرأتش خراب میشه و شخصیتش را از دست میده. او نمیتونه باز من حیث یک انسان عظیم و قوی و نیرومند او سب عرض اندام بکند. یک انسان خوب بعد از اینکه در خانهش خوب بود باید در بیرون خوب باشد. در بیرون خوب باشد، با همه خوب باشد، با همسایه قریبش، با همسایه بعیدش، با همسایه در به دیوارش، با تمام انسان خوب باید باشد. به تعبیر دیگر همه که شما را دوست داشته باشد، همه که شما را دوست داشته باشد. هرگاه دوست داشته باشد تو خوب آدم است، هرگاه تو را دوست نداشته باشد تو فکر بگو ده تو چی هست؟ و خالق الناس به خلق حسن، با مردم با اخلاق نیکو زندگی کن. ولی عزیزم کل لگی میخوای با اخلاق خوب زندگی بکنه. ای تو کسی هست در مبین شما که بگه من نمیخوایم با اخلاق خوب زندگی کنم؟ کل لگی میخوای، ولی کل مامو تو رستیم، کل ما ایتو نیستیم. ولی چرا ایتو نیستیم؟ با وصفی که میخواییم که کل ما خوب با اخلاق زندگی بکنیم، بخاطر که ما تنازل نمیپذیریم.
دقیق شدن؟ چرا ما نمیتونیم خوب باشیم با تمام مردم؟ به خاطر که تنازل نمیپذیریم. کل ما میخوایم سیر باشیم، نه؟ خرد نمیشیم، خرد کم که بکنی گپ خلاص. چون تنازل نمیپذیریم، تشنج طبیعی امرایش است. نقد نمیپذیریم، کسی ما را نقد بکنه. نصیحت نمیپذیریم، تفکر نمیکنیم، تفکر هم نمیکنیم. پس خوبی از کجا پیدا شود؟ در حالی که میخوایم خوب باشیم، ولی برای خوب شدن و خوب بودن، خوب کردن هیچ وقت نمیتیم و هیچ فکر نمیکنیم. از این میشود خوب کردن، خوب بودن، خوب شدن این کار است، نی؟ عمل است. این نقشه میخوای نمیخوای؟ تو میتونی که نقشه را نداشته باشی یک تعمیر آباد بکنی؟ اخلاق عین همی گپ است، مثل که تعمیر آباد میکنی. تو باید اول نقشه را جور کنی تا خشته یکی پی دیگر، یکی پی دیگر، یکی پی دیگر بگذاری، بعد ببینی که یک درخت مقبول از ارزشا نمایش پیدا شود. خب سوال انشالله جواب گرفتین. کل ما میخوایم با اخلاق باشیم، ولی چرا نمیتونیم با اخلاق باشیم؟ چرا نمیتونیم خوب باشیم؟ به خاطر که با خوب بودن نندیشیدیم، با خوب کردن نندیشیدیم، با خوب شدن نندیشیدیم. وقتی که نندیشیدیم میشیم خوب؟ برای از این سه کار، با نصیحت، با گردن گذاشتن و زانو زدن، این کار کردیم؟ این کار هم نکردیم. پس خوبی خوب وصف است. دقیق شدین؟ خوبی چی است؟ وصف است. وصف استحصال می شود، به دست می آید. تو برای به دست آوردنش تلاش بکوت اندار، زحمت برش بکش، زحمت برش بکش. ارگو که زحمت کشیدی بعد از او باز به صفت درونی تبدیل میشه، میگه اخلاق. باز میگه امام غزالی رحمت الله علیه و تعبیر ابن منظور افریقی، او میگه که ملکه از درون وجودت که کارهای زیبا به سهولت از پیش صادر می شود، بدون سختی، بدون سختی صادر می شود. چون تربیه شدی نی؟ یکان بار شما چند دفعه را برین، دیگر دفعه چشمایتان بسته بکنم میری. چند بار کار خوب را مطابق به پلان به پلان به پلان بکن، دیگر دفعه همیشه خوب می شود. و خالق الناس بخلق حسن. این چه وقت پیغمبر علیه السلام گفت؟ که حضرت ابوذر پنجمین نفر است که ایمان میارد. خب روزگار سپری میشه، یک وقت مسلمان ها به اقتدار میرسه، نیرومند هستن، قوی هستن. یک صحابی جلیل القدر، جوان و عالم، عالم امتی بالحلال والحرام، معاذ بن جبل رضی الله عنه، عالم ترین در امت ما به مسائل حلال و حرام کی است؟ حضرت معاذ بن جبل است، جوان 30 و چند ساله. ای را میگوید که تو من حیث قاضی در یمن برو. در یمن مفرسته. کی مفرسته؟ رسول علیه السلام. چه وقت مفرسته؟ 20 روز پیش از رحلتش در یمن میره. در یمن میره، وقتی که میخواه برود، سبحان الله، وصایای عجیبی است. من توصیه میکنم بر دوستا که وصایایی که رسول علیه السلام به ابوذر غفاری کرده و وصایایی که به حضرت معاذ بن جبل کرده، این وصایای پیغمبر را بخوانید. این را بخوانید که بسیار چیز هست داری. با او هم وسط بسیار دراز میگه، بما تحکم یا معاذ، او جا که رفتی در یمن به چه حکم میکنی؟ باز میگه که به کتاب الله. باز میگه اگر کتاب خدا پیدا نکرد چی میکنی؟ میگه به سنت رسول الله. میگه اگر سنت رسول الله پیدا نکرد چی میکنی؟ گفت باز اجتهاد میکنم برایم در روشنی کتاب و سنت. باز میگه الحمدلله که فرستاده پیغمبر موافق شد، آمد با آنچه که پیغمبر میخواست. اما از وقتی که چگونگی تلقی حکم را گرفت
و تعبیر و تطبیق حکم شرعی را گرفت که میخواه برود، برش گفت که معاذ صبر کن، اتق الله، از خدا بترس. او وقتی ابو ذر به خانش رهی میکرد چی رقم بود؟ ضعیف. به او هم گفت اتق الله، نه؟ حیث ما کند. آلی معاذ ابن جبل به عنوان یک حاکم میره به اوجه چی میگه؟ اتق الله حیث ما کند، هر جایی که هستی از خدا بترس. درست است که تو حاکم میری کلان با قدرت، ولی از خدا بترس. و من عرض کردم که از خدا بترس به معنی چی؟ الذي لا يخاف الا من عدله. تو جا قاضی هستی، دلت هست که هر رقم فیصله کنی، نشود که کسی با سر تو چی بکنه، دوسیه را نزد خدا برات جور کند. از الله بترس، اتق الله، از الله بترس. بعد برش میگه که اونجا که رفتی تو حاکم هستی، اشتباه هست پیش صورت میگیرد، غلطی هست پیش صورت میگیرد، یکان بار اشتباه میکنی، فورا و اتبع سیئت الحسن تمحوها، فورا پشت سر پشت بدید نیکی را بگذار تا نیکی تو بدی را از بین ببرد. تاریخ هر دو صحابه را دقیق مطالعه کن، اما تو بودن بدی که میکنن فورا نیکی میمان، ای سبحان الله بدی را نمیمان که بدی باش. یکی از روزها حضرت بلال رضی الله عنه صحبتی میکند، باز حضرت ابوذر غفاری برش میگه بشین بچه سیاه، همونطور یک مادرش از چیزی دو میزن دشنام میزنن. حضرت بلال میای پیش رسول علیه السلام، ای کامد وسیعت پیغمبر در کلش تش کرد که پیغمبر خوب ما گفته بود اتق الله، پیغمبر خوب ما گفته بود و خالق الناس به خلق حسن، پیغمبر خوب ما گفته بود که و اتبع سیئت الحسن تمحوها. ای چه تو شد دیگه بر خطا شد، رفت او پیشی پشت سرش می رود، نظر رسول علیه السلام استاد شد، گفت که یا رسول الله اشتباه کردم دیگه. گفت رضایتش جلب که ابو ذر، تا که میره سر خاک برش چی خدا میمانه، همه علاشه خدا برش میمانه، میگه در اینجا لغتش بکو. در ما جاهلیت بود لغتش بکو که دیگه ابو ذر چون این کار نکند. دقیق شدن؟ اینه میگه خوبی. پس میبینیم که عینش معاذ ابن جبل برش میگه که معاذ وجا که رفتی چی باید بکنی؟ و اتبع سیئت الحسن تمحوها و خالق الناس بخلق حسن، با اخلاق خوب و مردم صحبت بکنی. تو قاضی هستی، مردم هم نترس از تو، گپ خدا برد گفتن نتانه. چه که خوبی من حیث یک حاکم رسول علیه السلام مثالش به ما داده، مکفت همیشه 12,000 نفر مسلح در گرداگردی رسول علیه السلام است، پرچم کافر سقوط کرد، بت شکستانده شد، و جاء الحق و ظهق الباطل. در همین لحظه مردی آمد میخواستی که پیام خدا بده که اشتباه کردیم. وقتی که داخل میشود زبانش بند میشود، کلالت زبان پیدا میکند، نمیتونه که می مدعای خود را مطرح بکنه. آه پیامبر اصلا برش کن، سهل علی نفسک، سر خود آسان بگی، انما انا ابن امرأت یأکل القدید. این مرد که سر خود آسان بگی، آسان بگی، تو مرا نمیشناسی، ما خود همین بچه موزنکه هستم که گوشت به اصلاح یخ شده را میخور. قدید گوشتی است، آل خود ما یخچالا داریم، نه؟ او وقت یخچال نبود، گوشت که تازه که زیاد میشه کلش خود پخته کرده نمیتونستن و غریب هم بودن. بعد از او باز همی سنگای سیاهی که افتاو سرش میوزید سرخ میشد، این گوشت تو تازه کوچک کوچک میکردن با سر از این سنگا میماندن، از بالایش که همی افتاو میزد جای به جای خشکش میکرد، باز بوی نمیگرفت.
بازی را کم کم پخته میکردن. این دلیل بر چی بود؟ دلیل بر این بود که ناتوان بودن، نه؟ ضعیف بودن، بیچاره بودن، پیسه نداشتن. پیغمبر علیه السلام بر چی؟ سهل علی نفسک، به خدا آسان بگی، انما انا ابن امرأة یأکل القدید. تو حاکم هستی، درست است، ولی وش کنی که خدا بلند پروازی و طور تعبیر نکنی که مردم از پیشت فرار بکنه، مردم از تو بترسد. دوستای عزیز، ای زندگی ما من حیث یک مسلمان است. یک مسلمان این تو زندگی میکند، با خدا خوب، با خودش خوب، با مخلوق خدا خوب. الله ما شما رحمتو بگرداند، الله چون این توفیق را به ما عنایت بکند. ما میگن که خدایا تأثیب سنت تو وقتی آسان میشه که یا الله تو توفیق عنایت بکنی، تو توفیق عنایت بکنی. الله متعالی توفیق به ما شما عنایت بکنه. پروردگار قلوب ما شما را صالح بگرداند. الله متعال در کشور ما امن و امان را استقرار ببخشد. نفاق را از دلهای ما دور بگرداند. تعصب و قوم پرستی و زبان پرستی و لسان پرستی و حیث پرستی را الله از ما دور بکند. این مرض مهلک و گنده را الله از ما دور بکند. اخوت و برادری را الله نصیب ما بکند. محبت را الله نصیب ما بکند. پروردگار ما را با عیوب خود ما آگاه بگردان. پروردگار ما را با عیوب خود ما آگاه بگردان تا عیوب خود را اصلاح بکنیم. پروردگار عیوب مردم را سر ما بپوشان. الله سر ما سترش بکن. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.